کارهای من بود تو این چند سال. البته عکس خیلی زیادتر از این هست، یعنی 5-6 برابر این هست دیگه. منم تابلام، یعنی جای قاب عکسام همین. آخه اینجا الان دقیقا ما تا صدای که خواستیم میگیم این پایین سابقه نداشت. تو محله ما یک دعوایی شد به خاطر پارکینگ، البته با هم آشتی کردن و اینا دیگه. خلاصه این عکس ها بگذاریم، این عکس ها خیلی زیادتر از این هست دیگه، فرصت نشد. ایشالا چیزهای دیگه، تابلوهای دیگه میگی. اوه ببخشید، من پیاز داغام داره میسوزه، این گوشت رو میخوام الان خالی کنم که یه تفتی هم بدم. خوب موقعی رسیدم، این پیازه دیگه طلایی شده. من یه ذره آب لیمو روی گوشتام ریختم. این آب لیموه، نگید ای آب گوشت است داره میریزه. دیگه موقعی که فیلم برداری همزمان آشپزی چیز دیگه، آدم اونجوری تمرکز نداره. ولی امیدوارم که غذای خوبی در بیاد. آره، این همزمان هم آشپزی هم فیلم برداری و بعد همین که استرس، این که استرس نیست، نمیدونم بچه هایی که میخوان بیان کی هن؟ همسن و سال خودمون هن؟ بچه های باحالی هن؟ بچه های زایعی هن؟ غیبت کنن؟ ولی من فکر کنم بچه های بدی نباشن. در صورت من کارم میکنم، حالا ایشالا که زیرا با همون نزنن این تیری چیزا نباشن، میگن مو تو غذاش بود و نمیدونم این چرا اینجوری بوده اونجوری بوده. دیگه من میخوام خوش بهشون بگذره دیگه. نقاشیشون، من اصلا نقاش بودم، یعنی تابلو میکشیدم، آتلیه بر خودم زده بودم، پورتره میکشیدم، چهره میکشیدم و دنیای من اصلا نقاشی بود. یعنی همه آدم ها سوژه من بودن. با تخت طراحی میرفتم تو اتوبوس میشستم، بعد همه رو سوژه های من بودن، همه رو میخواستم سری نقاشی کنم، همه سوژه من بودن. بعد جالبه، وقتی عالم بازیگری اومدم دنیای من معکوس شد، یعنی من شدم سوژه خیلی ها. ولی امیدوارم هر کی هست بچه‌ای باشن که باشون راحتم و کار کردم باهاشون، چون اگه بچه‌ای باشن که آشنایی قبلی باشون ندارم، تا بخوایم گرم شیم و یه حالی به مجلس بدیم فکر کنم یه مهمونی طول بکشه. بهتره که دوستای صمیمی خودم باشن که از همون اول یه مهمونی گرمی ترتیب بدیم و مردم هم لذتشو ببرن. کی میتونه همچین منوی داده؟ میدونی نمیتونم حد بزنم که خیلی بازیگر زیاده، ولی مثلا میتونم مثلا بگم کی دوست داشتم مثلا بود. مثلا سیامک انصاری میتونست باشه، سیامک سالات خوره و اینا، بعد یه چیزای عجیب غریبی هم ابداع میکنه. مثلا سیامک میتونست باشه. خب من این بادم جونم انداختم برای سرخ شدن. البته من از خواهرم سوال کردم، گفتش که بادم جونو باید توی آب نمک بخوابونی که اون به اصطلاح روغنی کمتری بگیره دیگه. من این بچه ها پشت سر نمیدونید که گیر میدن، سرعتی بپز و وقت نداریم. منم دیگه دارم درست میکنم، انشالله غذای خوبی در میاد با این کنسای بچه ها. خب من تا اینا سرخ بشه عرض شود که این سالاد رو درست میکنم، خیار رو پوست میکنم. خب من کارم یه جوری که ساعت کاریش مشخص نیست، متاسفانه خیلی از دور کار ما رو خیلی رویایی میبینن، یعنی
تو تخیل میبینن، هر کسی رویای خودشو توی شهرت و توی چیزایی میبینه، در صورتی که اصلا کار ما مثل خیلی از کارهای دیگه سختیای خودشو داره. من باور کنید شاید تا الان اگر بخوام اندازه گیری کنم 200 کیلو مواد گیریم فقط به صورتم زدم، بعد حالا پاک کردم، شهرستان روستاهای مختلف برای کار رفتم 20 خورده سال، و واقعا شوخی نیست. یعنی این خیلی ها شهرت بازن، خیلی هم تو این سیستم دوست دارن بیان که معروف بشن، ولی این واقعا با بازیگری فرق داره. بازیگری دائما باید نبض تماشاچی دستت باشه، باید جامعه شناسی بلد باشی، تو بین مردم بگردی و با فقیر و پولدار تیپای مختلف. خیلی ها توهین نمیخوام بکنم، ولی مثلا میرم پیدا میکنن فقط دوست دارم فیگور بگیرم، همون چیزی که جلوی آینه قدی این مدلی با میسر همونو میان تو سینما دوتا جمله میگن، این میشه چیز. بعد مثلا رالی میرن و فیلم های هالیوودی رو میبینن، فکر کنن مثلا بازیگری یعنی این. و روبروام که میشی باشون که اصلا سلام و یعنی اصلا کاری ندارم به سابقه کار آدم و زندگی متأهلی داشتم، ولی خب قسمت نشد. همسرم هم دوست داشتم ولی از هم جدا شدیم. البته خب با هزینه بسیار زیاد، یعنی چیزی که تو 20 سال در آورده بودم توی 6 ماه 7 ماه فقط زندگی دیگه دادم رفت دیگه. حالا کاری نداریم مثلا اشتباه با کی بوده، من بد بودم اون بد بوده، نشد. ولی خب یه ذره ناراضی هستم از اینکه این نوشته ای که میاد خیلی باید جدی گرفت. یعنی ما خودمون خانواده سنتی بودیم، اصلا توی ما جدایی چیز نبوده، ولی شما وقتی میزنید 500 تا 600 تا سکه حالا الکی بینش صحبت میشه، نه بابا کی گرفته، نه الان میگیرن. یعنی شما یه برگر داری مینویسید که بدهکار میشید. و این اتفاق بر من افتاد و دقیقا زمانی هم بود که طلا همینجوری داشت میرفت بالا و همزمانم طلا رفت بالا 4 برابر شد. منم خونه‌ای که داشتم فروختم، کاری نداریم. خدا رو شکر من به دلیل اینکه همیشه دوست داشتم نیت خوبی داشته باشم توی کارم، خدا به میرسونه با این مردم خوبی که دورم هست و الان کسی هم مقصر نمیدونم. ببخشید که من ناخونک رفتم توی بحثی که مجبورم کردید، اصلا کسی رو متهم نمی کنم. الان یه صحبتی شد که اصلا موندم، میخواستم میگم نه این چیزها رو نگو، ولی دیدم حالا چقدر بگیم آهای ما چقدر خوب زندگی میکنیم. نه هنوزم دوست دارم زندگی کنیم، ولی قسمت نبود. در مورد بازیگری هم دوست دارم خیلی از این جوان ها، خیلی از این آدم ها از توهم در مورد درآمد ما بیان بیرون. یعنی واقعا میگم، حتی خانم من فکر میکرد گفت اون پولات کجاست، خونه هات کجا، نمیدونم چه امپراتوری تو کار ما میدیم. میگفتم ببین این قراردادای منه، این تعداد کارهای منه، اینقدر ساعت خوش ما 70 گرفتم اینجا، مثلا تو نقطه چین ما مثلا 4-5 ما بودی 1800 گرفتم، بعد یه دفعه یک سال دو سال کار نبوده، خب من اینا رو جمع کردم همه رو تو یه سال دو سال مثلا خوردم چون کار نبوده. خب من الان این مارچوبا بلال و این چیزا رو خورد کردم، بعضی پیازچه ها برای روی سالادم، بعد عرض شود خدمت چون سالاد من الان تمومه تکمیله، یعنی همه چیشو خورد کردم آماده، فقط مونده آجیل روی این سالاد و این تخم مرغارم که آخر قاش میکنم که خوشگل ترشه له نشه. Thank you.
پیک و تک میان بعدی ساده و مغزی، محصولی از تک ماکارون. پیش غذا سالاد سبز. سالاد بنفش داریم، سالاد سیاه راه را، سالاد قرمز، سالاد سبز. خودش راحت کرده میدونی؟ مثلا گفته که بذار ببینم چی میشه، کاهو گیرم میاد، کلم گیرم میاد، سبزی گیرم میاد، خیار گیرم میاد. گفته یه سبز میذاریم به حال سالاد دیگه استفاده میکنیم. پیش غذا سالاد سبز. سالاد سرخ هم داریم مگه؟ سالاد سبز هم دیگه همشون چیه یعنی؟ کاهوه دیگه، کاهو و حالا یه سری سبزیجات دیگه. به هر حال سبزیجات هم که سبز هم. خب از اون سالاد که نمیدونم کیه چون خیلی از بچه ها سالاد خورن از دوستان. پیش غذاش رو نوشته که سالاد سبز. سالاد سبز معمولاً سالاد سبزه، ولی احتمالاً یک چیز ویژه‌ای به عنوان سبز میخواد استفاده بکنه، یا اینکه از کلم و انواع کلم یا کاهو، خیار، زیتون و آووکادو میتونه تو سالادش استفاده بکنه، یا اینکه حالا یا وچه قالبش سبزه، یا اینکه یک چیز ویژه‌ای توی سالادش میخواد استفاده بکنه. در مجموع پیش غذاش سالاده. سالادم برای پیش غذا خوبه، ولی فکر میکنم یه چیزی هم باید چاشنیش باشه. خب من کار با مهران مدیری و اینکه در مورد این جنس کار و این نقشا یه چیزی خیلی بر من جالبه. ببین این کار ما از زمانی که ما این کار رو شروع کردیم این کار تیم ورک بوده، یعنی این کار گروهی بوده، یعنی بچه ها همزمان می نوشتن، بازی می کردن، خودشون لباس هاشون رو می آوردن، خدا بیامرزه داوود اسدی، رضا عطاران، ارجنگ می نوشتن. متن هایی بوده که همه کار همه بوده، مشترک همه بوده. و الان هم هر کاری ما چیز کردیم کار گروهی بوده، یعنی به نام یعنی همه زحمت کشیدن، مهران مدیری هم زحمت کشیده و بقیه هم زحمت کشیدن و یک دونه از اون بچه اگر نبودن اون کار شکل نمی گرفته اصلا. غذای اصلی به به عاشق این خورشتم، یعنی خورشت بادمجون اصلا کشته مرده خورشت بادمجونم. راستش رو بخوای قیمه بادمجون رو بیشترم دوست دارم، ولی خورش بادمجون رو اصلا بادمجون دوست دارم. خیلی عالیه، خیلی عالیه. هر خورش بادمجون میدونی مال چه آدم، مال آدمای گرد. بعد برید تو این فازا، آدمایی که گردن. خورش بادمجان، خورش بادمجان، ما دو نوع خورش داریم برای بادمجون، یکی خورش قیمه بادمجون، یکی هم خورش قوره بادمجون، که یعنی دیگه قیمه توش نداره، یعنی لپه نداره، ولی با قوره درست میکنه. البته اون لپه هم گاهی اوقات قوره هم توش میریزن، ولی دیگه ویژه میشه برای قدم بوز. خورش بادمجون هم غذای خیلی خوشمزه ایه به عنوان غذای اصلی. خب یه ذره کدبانویی میخواد درست کردن خورش به نظرم. کسی که این غذا رو انتخاب کرده معلومه که آشپزی بلده، رفته سراغش. خورش درست کردن اصلا یه ذره سخته، آشپزی بلده، رفته سراغش. خب فقط حالا میمونه این قوره که خالیش کنم توی خورشت. یه دونهش مونده بود، نمیرم. خب حالا میمونه این رب، این که آب جوشه، آماده درست کردم که زیاد زمان نگیره و شروع میکنم هم زدن. من ببین من تو این قسمت شام ایرانی دوست داشتم بیشتر خودم باشم، یعنی بچه ها پیشنهاد میکردم مثلا فلان کاراکتر اونی که کدومو دوست داری، حالا مثلا یه تیکه. گفتم نه، واقعیت دوست دارم
یه ذره مردم این زاویه شخصیت خودم ببینن، چون من شخصیت خودم همینه، یعنی جدیم، اون کارمه، یعنی اینکه یک کاراکتر رو درست کنم برای بچه ها مثلا بامزه باشه، بخندن، جزء شغلمه. تو خیابون حالا لطف دارن یه موقع شهروندی رو ول میکنن، عربده میکیزم میذارم پشت آدم. البته این ادویه هم حتما 100% میخواد. حالا بقیش تو قابلمه به هم میزنم. فقط این برنج رو من دیگه گفتم دیگه نمیخواد، حالا نشون بدیم تو قابلمه میریزن اینا، اینو من گشتم خیس بخوره که دم بکشه و تریه خوبم بده. ایشالله امیدوارم تدیگش خوب در بیاد، طلایی. همین دیگه، برم آماده شم، لباس بپوشم و یعنی دوشی بگیرم لباس بپوش. نه ببخشید، دسر هم دیگه راستش لو رفته. من بلدم درست کنم یه چیزایی کرم کارامل و این چیزا، ولی واقعیت صادقانه نمیخوام دروغ بگم، دیدید دیگه رفتم قرنادی کیک خریدم، کاپوچینو هم یه دستیار خیلی خوبی دارم، بعد یه دستگاه دیگه مارکش نمیگم تبلیغات میشه، خیلی بچه خوبیه، زحمت کشه، اینمون درست میکنه. پس دسر رو فکر نکنید نمیگم، میگم نوش جونتون، اصلا نمرم ندید، ولی اینه دیگه، دسر کاپوچینو با کیک. خب کاپوچینو هم که زیاد کار شاق و سختی نیست، با کیک هم خوشمزه میشه. باید کیکش رو درست کنه، کاپوچینوش هم که در حقیقت این مجموعه منوی که ایشون دارن منوی برندهی نمیتونه باشه در حقیقت. دسر ببین دیگه شکش ندارم، یادم شکم بود، اصلا شک ندارم، کاپوچینو با کیک، اصلا من ترکیبش ترکیب عجیبی است، کاپوچینو با کیک، یعنی این هر کی هستش این کار است. دسرم که زده کاپوچینو با کیک، حالا کاپوچینو که خب نمیشه خودش بسازه ماتریال اصلیشو، ولی کیک رو میتونه خودش درست کنه تو خونه. خیلی اهل شیرینیجات نیستم، خیلی نیستم، ولی خب بعد از غذا حالا میشه کاپوچینی هر شاید کیک رو نخورم، ولی کاپوچینو رو میخورم. المان تافی میوه مغزدار، محصولات دراژه، تحت لیسانس ترولی آلمان. خب اینم از گلا، دیگه چند رنگ گرفتم تراوت و تازگی حال کنن با این گلا. شکلاتم که خالی کنم دیگه کاری ندارم، خیلی بچه خوب، تمیز، حمام رفته، لباسای پلوخوریمو پوشیدم، منتظر این دوستانم که ببینم کی میان، حالا خوشقلن دیر میان. خب من هنوز نمیدونم کجا اومدم، خونه کیه؟ واحده هفت اونبره. خب ببینم که خونه کی اومدم، بان کیست؟ اومدم چشم توی
جیتریم مخلصم آقا چاکریم آقا دست شما نداریم. ببین باورت میشه من فکرم مثلا یه آدم چاقتری من یه ذره مشکوک شده بودم به من؟ یه ذره ولی فکر میکردم نباشی تو ایران اصلا نیستی آقا خوشم نه آقا اونقدر من خارجی نیستم بفهمم خب چه خونه ای؟ ببخشید دیگه 75 متریه آقا من خونه هیچ کدوم از دوستام تو این ساختمونی که تا حالا اومدم نبوده یعنی معلومه که اولین باره به هر حال من دارم خونه یه دوستی میام که شایدم دوست نباشه شاید من نشناسمش بفهم اومدم یه آدم چاقه یکی چاقه اومدم سلام علیکم آقا خیلی خوشحالم که این یکی هم مهمونم توی خوبی؟ من نفر اول نیستم پس نه قبل تو مدن آقا زحمت آقا ببخش من شیراز بودم دیشب ساعت 3 صبح رس یعنی این روز 3 صبح من گفتم از شیراز برای هر کی هسته احمام ره سلام علیکم چاکرین من برای تو آورد چطوری؟ مخلصی؟ چه عرض خوبی؟ آره چهارمی کیه به؟ خب شما فکر میکنی من نمیدونم کجا دارم میرم؟ یعنی ممکنه من جایی که ندونم نشناسم برم دقیقا میدونم کجا دارم میرم اومدم سلام بخیر آقا خیلی مخلصم هیچ چی دیگه آقا ما اینو بودیم خدمت شما آقا چه کادوی بزرگی خوش چیز دیگه آقا چرا دیگه مسابقه گذاشتن آقا دیگه آقا دستتون چی دیگه با بیش از نیم قرن تجربه این چه مسابقه نابرابری آره ده ها رو بدین بفرمایید خیلی لطف کردید عزیزم بابا چه صفایی آقا جدی میگم غافلگیر شدم خیلی خوشحالم کردی خوبی البته من غافلگیر نشدم گفتم چرا جایی که ندونم کجاست نمیرم واقعا بالاخره بعد بین شما ما یه سری عوامل وجود دارن که بگن کی به کیه چی به چیه کجا به کجاست ستون پنجم داره ان شاء الله که خوشتون اومده باشه پول من اومدی بچا من ببخشید موافقید نمیدونم شربت میخورید چای میخورید چی میل دارید من خنک شما چقدر وقت اومدین من خنک ما یه ساعت هست حرف علکی نزنید نه تازه اومدم من گفتم چیزی خوردن نخوردن نه نخوردن منتظر بودیم شما بیاید ما که یه قهوه دیگه ما این خونه خارجی بود قهوه خب پس دو تا شربت دو تا قهوه چشم شما گرم صحبت باشید من براتون گفتم دست درد ولی این آقا مسابقه نابرابریه نشد اصلا قبول نیست اینجوری چی قبول نیست؟ خب معلوم اشکالش کجاست؟ اول بگو اشکالش تجربه شما هست اشکالش اینه ما بی تجربه شما من آشپز بودم قبلا والا اون چیزی که من یه بار تجربه کردم همون رضا یه چیز هیولایی بوده چی خوردی؟ امیدوارم اون غذا رو نده چی بوده؟ ببین امیدوارم اون جزء منو نباشه یا حالا اونی که بگی یعنی که ما حتما همون یه نوع غذا رو بلدیم دیگه آخه اون خیلی عالیه هم رضا چون تو من نمیگم چیه خدایی نمیگم چون تو اهل خراسانی ما به مناسبت خراسانی بودن تو اون غذا رو درست کردیم ببین انگشتاتو از دست میدی ببین تو که خیلی دوست چون سیستانیه دیگه اینم توی اون خطه گرمسیری و اینا اصلا اما رضا اون نده خب اون خیلی نامردی اصلا نه هرچی هم خب شما بپذید بحث نیم قرن تجربه است آره اون عالیه اما رضا ولی اون خیلی مسابقه نابرابری میشه
اجازه اش من اول این شراب بچه‌ها بدم. دست قهوه شما یه ذره صدا داره، زیر صدای صحبتتون اینم ما میری. یعنی چی صدا داره؟ صدا داره. یعنی صحبتتون صدا داره. یعنی میخوای قبل 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 دوستمون. آقا یه توضیح در مورد این رنگ لعاب بده ببینیم شما قهوه سفارش دادید. من آقا با این آقا چی اشتباه ما استخ داریم میخوایم. کلوره. والا من خودم زیاد معلومات در مورد این ندارم ولی از رنگش خوشم اومد خریدم چون خیلی خوشمزه است. من مزهش رو دوست داشتم. آقا معلومات نداره راجبی نخور. واقعا خوشمزه است. شیشه چه ببینیم چی میشه. قهوه شما ببخشید این قند رژیمیه من خودم مصرف میکنم. خوبه. دو تا بندازی جوشانی اینجوری خودش میچرخه شیرین میکنه. دوستان بیا دیگه. من چشم اینو این قشنگیش به اینه که در کنار شما بشینم. و این اثر هنری هم اینجا دیده بشه. آقا من یه سوالی داشتم. این سالاد سبز کلن سیستم تقلب بود دیگه نه؟ چرا؟ مثلا برسم یه کاهویی بگیرم یا مثلا اگه نرسیدم کاهو بگیرم سبز. یعنی چی سالاد سبز یعنی چی آقا؟ بار بوده بیاره ببینیم چیه؟ اولا که اسم گذاری این چیزایی که بخوایم ببریم تو زیر رادیکال رو گیر بدیم این چرا اسمش اینه که همه اسما رو باید چیز کنیم. این ببین من این تو سالادم گوجه سبز دارم. آها گوجه سبزم اختراع خودمه و چون مزه‌ای که به سالاد میخوره. چغال بادومم اگر بود این کارو میکردم ولی نه به دلیل اینکه از سبزی تو سالاد تو ایران خیلی کم استفاده میکنن. من تو خیلی این برنامه اینا دیدم مثلا ریحون یا جعفری تو سالاد استفاده میکنن خیلی هم خوشمزه میشه. منتها من آجیل مخصوصش هم ریختم ولی سس و اینا رو نریختم. دیگه ببخشید گفتم روغن زیتون و اینا رو خودتون بریزید دیگه بعد یه ذره قیافه نداره باید بریزید. خلاصه سالاد سبز از گوجه سبز اومده و من تو رو نخوردم سالاد با گوجه روغن زیتون بریزیم قیافه میگیره؟ با سس آره آره قیافه خیلی رنگ و ترکیب بندی شو سبزی رو با هم نزنیم. ما یه سالاد الان قرار بخوریم. ما کی بخوریم دیگه؟ ستاره کبیر. از دل این کبیر هر روز هزاران فرش به جهان صادر میشه. این فرش 65 رج دستباف تبریز نیست ولی کاملا شبیه. این شاهکار کبیر محصولی از ستاره کبیر. اول برای اینکه چیزه ظرف ترشی اصلا یه چیز عجیبیه میکس همه چی هست و بعد خب دیگه چی؟ دیگه با سینی نمیارم این مدلی میارم. سالاداتونه بفرمایید بفرمایید از سوپر گرفتی؟ چرا؟ وکیوم آخه درم خدا گرفتاری شدیم مثلا میخوام کلیپ نظافت چیز کنم نگن ای این موه ای این تیر وکی ها اینجوری که میگی سوپری با بزا بیام خونتون باشه دارم برای موه توه دیگه. آره آره احتمالا خب موه رو گذاشه تو وکی هم کرده یه وقت نیفته بیرون ولی خدا وکیلی شیک درست کرده دیگه. ببین دیگه از حق نگذاری. خیلی ممنون. خیلی آره به خدا باور کنیم یعنی آره و خدایی هم چیزا ما با این همه خوشبختی محال فکر کنم. خب ببین اگه بشموری هم میبینید تعداد این با تعداد اون برابره نمیشه همچین چیزی. چرا به خدا کارخونه یه منظوره روی نظم اصول خاصی چیز کردم. حواسم بود که این گوجه کمتر نباشه. بچه هم چیکار کردی تو؟ من دوست دارم این تنده آره میدونم بمبه بگید بگید تنده رضا جانی حواست باشه منو بدبخت رو چیز نکنید. گیر ندید این چی بود دادیم. آره میگیم مثلا من این موقع نمره میدم میگم این سوسو برای چی گذاشتی سر میز؟ روغن زیتونی. این خدا وکیلی وقتی میگی سالاد سبز یعنی همش باید سبز باشه چیز ویژه باید باشه. وقتی که دیگه همه چی میاد توش مثل قرمز و زرد و اینا
یه تبدیل میشه به همون سالاد همیشه. نه به خدا آخه رنگ بنا به رنگش من که این چیز نکنم. آخه سبز سبزیه، منظور سبزی. چون میدونم سالاد سبزی نمیشه دیگه. ببین سالاد سبز ایراد نگیری. یه سوال رنگ کردی. یعنی باید همش رنگ باشه دیگه. سبز. من بحثو عوض کنم. به خدا منظورم سبزی بوده این سالاد. چه بحثی بکنیم بگو. رضا کجاتونو بدید من. ما میریم مهمونی خونه اول غذا میخوریم راجع به غذای حرف میزنیم. نه دیگه. خاطره میگیم. غیبت میکنیم. خانم شما باید امتیاز بدی. خونه دیگه که میریم امتیاز غذاش بدی. امتیاز هم میدیم ولی الان اون ندیم که چه امتیازی میخوایم بدیم. با بحثی که میکنیم ابی نداره. خدا دو هم بدی. من هم که الکی نمیگم. دور همیم هستیم. واقعاً سالادش خوشمزه است. واقعاً خوشمزه است. خواهش می‌کنم. اما رضا به نظر شما چرا مردم اینقدر پشت سر خیلی از ماهای چیزایی میگویند؟ شما رو با اون شخصیتی که تو فیلم‌ها داری کار می‌کنی، تو شخصیت مختلفی که کار می‌کنی، می‌شناسنید به خاطر تأثیری که روشون می‌ذاره. توی تعزیه قدیمان یه شمر بود یه امام حسین. شمر که بازی می‌کرد شب که تموم میشد تعزیه آدمایی که میرفتن خونهشون اگه چلو مرغ داشتن شب یه مرغ میبردن میذاشتن میدادن خونه امام حسین که بازی کرده بود اگر از در خونه جدی عزیزم رد میشدن یه سنگ هم میذاشتن شیشه میشدن دیگه شم پوشه بیچاره واقعا این اتفاق چند بارم با این که شم وسط خود تعزیه میشسته گریه میکرده با این که شم میشسته گریه میکرده ولی با این حال حسی که مردم نسبت به شم رو داشتن با حسی که نسبت به امام حسین که بازی میکنه دارن متفاوت. این یک دلش اصلا شک نکنه. حالا ما همینطور. شما الان فکر کن. چقدر وقتی تو این مملکت الان تو همین اینترنتی که شما داریم میبینی از صبح تا شب. میگن شریف اینا زن دوم گرفته. زنش 20 سالشه. نمیدونم برای چی این حرفو میزنن. برای اینکه یه بخشش مال کاریه که من کردم. کاری که کردم چیه؟ نقشی که بازی میکنم و این تاثیر میذاره و راحت به من میچسبه. که بگن آقا فلانی این کارو کرده. بلکه یه بار ازدواج کنیم تو زندگیمون تموم شد. و جالبه که نقش منفیه بیشتر اسمش میمونه. مثلا داریم به طرف میگفتن حسن شمر چون نقش شمر بازی میگرده ولی نداریم علی حسین اصلا. من گفتم تا وقتی که آقایون میرن زن دوم و سوم میگیرن اینقدر نقش من بازی میکنم تا دست رد دارم. در مورد خوروپوف این نکته بگم بفرمایید. خیلی جذابه. دیدی وقتی که به سمت گربه میخوای حمله کنی یه صدایی از خودش در میاره خروپوف میکنه یه پاف اینجوری میکنه. یا وقتی که به سمت بچهای مرغ جوجه موجا میری بچه مرغه یا خروسه همچین تهاجم میکنن. تشبیه میکنن خروپوف رو به عنوان موقعی که مرد خوابه و از زنش باید محافظت بکنه. یعنی وسیله دفاعیه. یعنی یک خروپوف در مردها یک نوع غیرته. چرا؟ چون در مواقعی که به عنوان یک کوه پشت یک زن ایستاده، مواقعی که خوابه این سر و صدا رو ایجاد میکنه که کسی جرئت نکنه به سمت. بعد در مورد مردهای مجرد ناموزش میاد. مجرد... از من حمایت میکرد چه پدر منو در می آورده که نه در مورد مردهای مجرد چی این مجرد؟ چون این اتفاق برایشون به من یک غیرت همیشگیه دیگه فرق براش نمیکنه تو بغل ازش قرار بدی یا کسی دیگه که به هر حال اون غیرت وجود داره. خیلی توجیه زیبایی بودم اون رسم. من گفتم جذاب خیلی توجیه. بنابراین اینا که قروبوف نمی کنن یه جورایی غیرتشون کم دارد. موتورشوی اتک به راحتی موتور از گرد و غبار چربی ها پاک می کنه و هیچ آسیبی به سیستم برقی خودرو نمی رسونه. کافیه موتورشوی اتک رو روی سطح موتور، رین، سپرها و یا حتی سطح موتورسیکلت بریزید و پس از کمی مکس با دستمال محل رو پاک کنید. برای لکه های قدیمی تر این عمل رو تکرار میکنید. همونطور که میبینید محل مورد نظر مثل روز اولش شد. ضمن اینکه یک لایه محافظ هم به اون اضافه شده. واسه همینه که میگن هر اتک رو بهره کاری ساختن. اتک پاک کننده یه تک. بابا باریکلا رضا. آب بخوریم یه طبیعتم.
خالی بخوریم؟ من این همه زحمت کشه. بفرمایید این شربت خوش رنگه که با... دوست داشتیم. آقا یه دونه اینا بدنم این شد دونه لیوان جدا هم بیار که ما از اونم بخوریم که یه لیوان هم بده ببرم. بله 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 چشم. آقا تریگه بسیار خفه هم. بله باری کلا رزم. میدونی تریگ یعنی چی؟ یعنی که غذا رو خودش درست کرده. تریگی منیری میده دیگه. تقریبا چطور یه هم چیزی هم رستوران معمولا تعلیق نمیده دیگه راست بفرمایید باری کرد رضا فکر کنم همین از همین الان روی برزو رو کم کردی. آره با من که فکر کنم آخر شد. نه بخورید اول خوشم ندید. من که اصلا رو نداره. فقط اون تن آدمی که یه خونه تو ما رو داره اونم توی دیگه. من که از اول گفت من آخر میشم. اگه شمال بودیم اول می‌شدم امور رضا. چون جواب این ماست گوشمندیه نمیدونم بعضی ممکن دوست نشه بشن. اول این ترشیار این مدل ترشیارا بفرمایید. دوش ندی بهمون دوش بفرمایید. آره. اصلا چلوک میدادم که آقا اینو دیدین؟ اینم یه جا براش بذار. بابا باری کلا. آقا کلاسو. باری کلا. گفتن که یارو مشهدیه با زنش میرن یه شهر دیگه هتل. بعد زنگ میزنه به پذیرش هتل میگه سلام علیکم حالتون خوبه ما تو اتاق 316 هستم ما با زنمون دعوامون رفته این میخواد خودش از پنجره پرت کنه بیرون. بعد مأمور پذیرش میگه که این یه دعوای خانوادگیه به هتل مربوط نمیشه. میگه نه آخه پنجره وا نمیره این که دیگه به هتل مربوط بره که خیلی خوشمزه است. دوست دارم آشپزی بدیم. ادعایی ندارم. چی ها درست میکنیم؟ من همه چی. همه چی؟ همه چی که؟ نه نه تخصص دینه؟ نه. اتفاقا اینو یکی دو بار درست کرد بدیم. یعنی بدترین تخصص رو گوشی جلو ما؟ من قبلش گفتم ببخشید دیگه تعامل کنید. چرا مثلا یه چیزی مثلا بهتر از این میتونست درست کنید؟ چرا درست نکردی؟ آخه میترسینم اونم بگید این چیه آخه؟ نه خب خب میگفتیم نه دیگه چیو خیلی خوب درست کنید؟ ما نگفتیم این چیه هستن ما گفتیم چه غذاهایی درست میکنی؟ که مثلا تخصصته که خیلی خوب درست میکنی. بگو چیو خیلی خوب درست میکنی رضا؟ من سوپ خیلی خوب درست میکنم. خب سوپای مختلف. بعد اصلا امشب سوپ ندادی. بعد آخه سوپو حس کردم نمیدونم برای بیش غذای بوری بادمجون سالاد بهتره. دیگه غذای غیر سوپ چی؟ دیگه نمیدونم آخه ببین یه موقع از تو یه چیزی درست میکنیم همه میگن چقدر خوبه این فلانه ولی یه چیزی حرفه‌ای بلدی همه میگن نه بابا این چیه این باید اینجوری باشه اونجوری. آشپزی واقعیت اصلا هیچ متری نداره آدم برای اندازه. میدونی مثلا من اگه بعضی ادویه پر فلفل ادویه کنم میگن چربش کنم میگن واه چرب چیزی عالی بود میدونی. بار ادویه درست میکنی همه میگن این چیه بابا قلبمو میگیره. آخه من یه سوال بکنم اگه الان ایشون یه قضیه درست کنه چون نمیدونست که کی میاد کی نمیاد. آره. حالا اگر بدون تازه کی میاد کی نمیاد حالا سلیقه آدم هایی که نمیدونه که مثلا چه چیز رو دوست دارن چون اگه یه قضیه درست کنه شما دوست نداشتی شما باید نمره این قضیه رو مثلا صفر بدی بهش. ریاکشن آدم ها رو نگاه میکنم نمره میده. ببین این یک بحث بسیار بسیار جذاب و شیرینی در مورد داوری. داوری سلیقه نیست. ایران چی؟ تو جشنواره ایران چی؟ ما بحث کلی میکنیم که حالا ایران بهش میخوریم ولی اینکه یک داوری بیاد بگه که من سلیقه‌م این بود این داور نیست. مزخرف میگه دیگه دقیقا اینجوریه دیگه. داور نمیاد بگه سلیقه من. شما الان نمیاد اینجا بشینی بگن که سلیقت این برنج هست این غذا هست نه بگن تو نمره بعد بدی بگن نه بادمجون دوست داشتم نه برنجش خوب بود از نظر من که اصلا دوست ندارم تو نمره بعد بدی بری. درسته که این نیست. این یک مکانیزمی داره پخت و پز که باید شما اونو نگاه کنی حتی اگر دوست نداشته باشی بتونی بر اساس اون رأی بدی. ببینی بر اساس اصول درست کردن یک
خورشت بادمجون، مزهش، طعمش، مقداری که مثلا توش قوره گذاشته شده، مقداری که گوشت مصرف شده، پختنش، همین رو باید حساب کتاب کنی و توی یه مهمه این نمره میدم. لزوما هم این نیست که خودت دوست داشته باشی. ولی ایرادی داره همون رضا. چیه؟ حالا من تو این بحث جزئی تر دارم میگم. این که شما میگین در بحث کلی ترش خیلی درسته که یه کارشناس باید داوری کنه، خب ولی در مورد آشپزی مثلا من که کارشناس آشپزی نیستم، وقتی داری قضاوت، وقتی در اینجا نشستی به عنوان کارشناس دیگه میشه کارشناس. یعنی کارشناس اینکه داری نمره میدی دیگه، نیا بشی بگو من نمیام مثلا تو این بحث قبول نکن، قبول نکن. ولی وقتی میدی نشستی باید یعنی باید بر اساس این چیزی که داره میاد بگی آقا این شربت، این پذیرایی فلان دیگه میونه کارشناس، نمیگه سلیقه من چیه. سلیقه تو نمره رو خراب میکنه، چون ممکنه که چون این کسی که داره غذا درست میکنه بر اساس سلیقه شما درست نمیکنه. به معنی یک مهمون میخواد از شما پذیرایی کنه، لزوما هم از شما به شما منو قبلش نمیده که مثلا شما ببین اینو دوست داری، اینو دوست داری، اینو جوجه کباب میخوای، فسنجو میخوای، بابا سبزی من که نرفتم رستوران که اینا، یعنی شما پذیرایی داره میکنه. میگی محبتش، عشقی که به مهمون داشت، رفتاری که نسبت به مهمون داشت، نوع پخت و پزی که داشت، همه اینا روش دخالت داره. ولی اینکه من ماهی رو دوست نداشتم بنابراین 4 نمره کم میکنم، خیلی بیجا میکنی، کم میکنی چی کم میکنم؟ ماهی رو دوست نداشتی که دوست نداشتی، این برخاطر اینکه تو ماهی دوست داری یا نداری که درست نکرده که، داره از تو پذیرایی میکنه و فکر کرده که ماهی بهترین شدم خودش فکر کرده بهترین غذاست. این بحث اون بحث کار میگم شما ممکنه یک سبکی رو توی نقاشی دوست نداشته باشی، میگی مثلا از کوبیسم بدم میاد، ولی وقتی رفتی تو جایگاه داوری نشستی به عنوان یک داور، باید کوبیسم رو بشناسی، رئالیسم رو بشناسی، منظورم که همینه دیگه، امپرسیونیسم رو بشناسی و بعد بگی بر اساس کوبیسم اگر این درست کرده درست کار کرده یا نه. من اصلا کوبیسم بدم میاد، اصلا اگه داور نباشی نمیریم ببینی، ولی چون داوری میای میشینی کوبیسم رو نگاه میکنی و وقتی نگاه میکنی بگی اصولش درسته یا نه. یعنی باید بشناسی، کارشناس باشی. همین کاری که تو جشنواره فجر میکنن در مورد فیلم، آره طرف میگه سلیقه ما نبود، سلیقه تو نبود، خب نره بفرستی مگه بر سلیقه تو کسی فیلم ساخته؟ تو باید کارشناس باشی وقتی داوری. یعنی اینکه آقای کیارستمی یه نوع سبکی داره برای فیلم سازی، بله مسلما سبکی رو که کسان دیگه میسازن دوست نداره، ولی وقتی میری میشینه به عنوان داور باید اون سبکا رو همه رو بشناسه، بگه من از این سبکی که ایشون کار کرده بدم میاد، اصلا از داستان گویی بدم میاد، ولی خیلی درست گفته، داستان رو درست تعریف کرده، همه چی رو درست گفته بر اساس اون شناختی که از اون سبک داره، اون کارشناس دیگه، در اون جایگاه سلیقه اصلا مطرح نیست. برشقابی دستش اومد. بچه ها این دونه دونه باید دا کنم، خب اینی که چیزه یه ذره طول میکشه، الان اون یکی دارم دا میکنم. یعنی اینو خودش درست کرده؟ اینو کدوم؟ همون دوتا رو؟ اصلا کل این بشقاب و اینا رو اینا آره دیگه، حالش به این بشقاب هم داغ بشه، کیک داغ بشه. ما چی میگیم؟ نه من سوال دیگه ای داریم. سوال چی میده؟ برای خودش خودت درست کردی یا اینکه؟ حالا میام الان میگم. برای خودش گذاشت. 5 نمره کم کنید. نه اینو گذاشت که ما چیز کنیم. بفهمید اون بعد. گذاشت رفت. بیا. بیا. آقا این کیکو یعنی خودش درست کرده؟ بیا بدم به تو اینم که. نه نه نه. چون من آدم آقا صبوریم. نه نه اجازه بدید من آخر سر بخورم. نه اونو بردار، اینو معمولا برای شما. چش چش. خب بچه ها من یه امکان بکنم. اینم مال من. ببین من چه آدمی هم. ببین یخه یخه تیریب مرام. خب یخه رو بده من یخ نه من فقط میشه عدد خواهش کنم که یه کارچنگال هم به من بله شما ببینم من عدد دارم با دست ببینم اینا الان اهمی الان درست شده تو فرده آره دیگه اینا این مدلی تق زدم اون یکی رو دستم تو کاکاو کردم کلی تزیین روشه تق کلی تزیین بله چیکو خودت درست کردی نه خورد خورد بذار خورد چی؟ نه بذار خورد نه بذار خورد نه بذار خورد درست کرد خریدی؟ چیو؟ اینا رو خریدی؟ هم اینو هم اینو هم اینو هم اینو
اینا خیلی نه نه اینو با شیر درست کردم با اون آقایی که صدامی درست میکنه خب ما میتونیم به من زحمت کشیدم داغ کردم آوردم تو حالا خارج از اون میتونی به سلیقه و انتخابش میتونی نمره بدی برحال این ترکیب این و این و این بالاخره آقا ازشون پذیرایی شده دیگه بله ما نفهمیدیم بالاخره باید دید کارشناسانه داشته باشی نه. یا با دید اغماز نگاه کنی کارشناسانه نمیشه به خدا واقعا با این پرسه‌صحنه و دوربین و بالاخره تشکیلات کارشناسانه نمیشه آخه همون زران داشت توضیح من مثلا الان باید فکر کن کیک میخواستم بپزم از یه بر دیگه 3-2-1 حالا که واسه این کیک داره پف میکنه افر ولش دارم نه نه بلدی بپزی کیک؟ من آقا مثلا فیلم تموم شد باتی تموم شد دوباره بذار تو فر رضا بله واقعا بلدی؟ یه کیک اینجوری بلدم یه ذره نه چه والا کاری نداره با مواد باید اینجوری بود یه دستمون رو بفهم آقا دیدی اینا جا دستمون من خیلی خوش کلاره سینمایی من خیلی خوش هم دازید قابل نداره این چیکار کنم من چجوری میشه نه با خوب از این طرف نمیشه آخه تو اینجوری کن اصلا یه جب تو بگی بینم اینه اینه به چیزش کن بینم من اینجوری اصلا ندید خب دیگه نقرام تو دیگه خب نه این خیلی خود کرد نه بیا الان ببین نگاه کن نگاه آره خلاص آقا ما رفتیم و بیا دوباره رفتیم نه گوه داریم این که چی رو خیلی قشنگه ولی ولی خیلی قشنگه نمکسی میشم بونه اینو شروع کنیم. آره. دو تا میاد خوبه. آره. نه نکتون چون بیاد ببینیم. نکتون نشه. یه تای برم بردارم این گیره مال فیلم برداری نزدیک بود در بخوره تو پیشونی. بی خیالش شدم. دیدم. همه تون زده شیرون. میخوای داغش کنم؟ نه این چنده؟ 10 ثانیه. بیا بیا بیا. داغ اینجا. داغ اینجا داره اون یکم نمیخوری؟ نه اینا چرا؟ تبریزی سرشور از شکر و شکرک و نه بردارم نه بود دیگه نمیخوام خفه کنم که ولی خب خفه میکنم اونه؟ نه دیگه اونم خیلی الان اینا من میذارم اینجا همه رو معلوم نیست بخورم خب الان نسوان رو ندم یعنی به تو؟ نه اول رضا الان تکلیف ما رو مشخص کنیم بر اساس شما اون چیزی که گفتیم از این سلیقه‌ای شد که الان امشب ما نه شما الان اینا درست نکردیم دقیقا اینکه همین چیز خودش درست کنه الان یه پجیره ما کردیم این هم یه تبکیر خوشگلی از نه رنگ آمزی نمیشه که همین چیز آدم خودش درست کنه که بستنی بیاری بود بستنی خود درست کنیم نمیشه که دستکش باشه بله میشه ولی من زمان نمیگم دسترم چیه ولی خودم درست کردم یعنی خودم درست کردم ببین مثلا برنج برنج رو درست میکنه ولی یه بخشش هم باید بری بکاری نه بابا چی؟ بابا این با کاشتن خیلی فرق رفته از سوپر خریده اومده گذاشته تو مایکروفر داغ شده دادیم بخوریم این خیلی فرق میکنه من یه پیشنهاد دارم تو به جای این کیکی که درست نکردی خب برای اینکه بتونیم امتیاز بهتری به شما بدیم من که گفتم برای ما بخون به 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 ای بابا بچا دستو بزنی همه بی وفایی آخ 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 آقا ما هم جز فنای شماییم آقا بی وفایی خیلی بی رحم ما جز فنای تو این آره ما آدمای بی رحم ولی بی رحم تر از تو نیستیم که بری از فروشگاه بخری بعد بود خدایی میخواستم میتونستم و این پودینگ من یه بار مصبا علکی بگیرم با همزن بزنم بگم مثلا کارولین با مثلا آناناس خب یه میوه بندازم روش من مشکل ندارم با اینکه تو اینو درست کردی هیچکی خودش درست نمیکنه ببین این ترکیب رنگی که درست کرده بود جذاب بود به شرطی که اون خوندنم چاشنیش بشه آخه خوندن علی میکنه دیگه ماجرای ما رو آره. درست قبول حذف میکنه آره بریم آماده بفهم جدی میگیرم چی رو میکنم واقعا بی وفایی رو آخه کار کمدی باشه منظورت میخوام ما میخوام گریه کنیم ما خب اون میمیک کشم آدم خب باشه دیگه بدون میمیک میگه نه بابا نه نمیشه خدایی آخه نمیشه نه هر جور میدونه آقا هر جور آقا چرا مثال خوب منم باید میمیک بیان به خدا رضا جون یاد یه سریال بازی میکردیم اسم نقطه چین توش یه چیزی میخوندی چی بود؟ بی وفایی دل من از تو صدا خون چیزی چیزی میخوندی؟ ملودی شدم نمیاد بینرم آخه این موقعی که جلو اون ددی بود ددی اون تا میگو اون آره اون ددی جلو ددی ددی محمد رضا هدایتی بود نه بیا پاسش دادم به تو
چی بود اسمت؟ بامشاد. آها. بخون نگه نکبت. خوبه خوبه. آقا خب اردل نیست. اردل نیست. حالا دیگه دیگه بهانه نیست دیگه. بهانه نیست دیگه آقا. ولی ددی هست. خب ددی یه دور دیگه بره. ددی دوباره میگه دوباره. بامشاد بخون دل ما شاد بشم. ایشون چقدر آدم خوشخواهی هستی ددی باشی بخون بگم این خواهی بیرم فرآی بیرم فرآی دل من از گرسی داغون شدی همین آقا رضا جون خیلی لطف کردی، خیلی پذیرایی خوبی بود دست در واقعا دست در دیر وقت هم از دیگه از خدمتت مرخصی نه خواهش میکنم فقط ببخشید واقعا شیرینی زمان میبره لوازم نداشتم گفتم به خدا گفتم ابی نداره نمره ندید ولی بهتون بچسبه با نسکافه آقا ببخشید خب در که باز شدیدم رضا شفیعی جمعه خیلی خیالم راحت شد برای اینکه دیدم خب یکی از دوستان قدیمی منه پس بحث رو درباسی و تعارف و خجالتی بودن و اینا پس میرفت به کنار خب به خاطر همین رفاقته جو جو صمیمی شد گفتیم خندیدیم خیلی رضا پذیرایی خوبی کرد با اینکه یه روز خیلی سختی رو پشت سر گذرونده بود و چون رضا رو میشناسم خیلی حوصله شلوغ بازی و اینجور چیزا رو نداره به هر حال یه پشت صحنه شلوغی بود و روز خسته کننده ولی خیلی خوب برگزار کرد نذاشت که خستگیش تأثیر بذاره روی مهمونی از امشب و رضا شفیعی جم اصولاً توی کار هم آدم نایسه یعنی همکار خوبیه تو انرژی میگیری وقتی باش کار میکنی نه اهل اینه که خودشو بگیره خیلی باهات گفتمان میکنه کنسه میده بهت توی خونه‌ش هم همینجوری بود راحت و روون و منم اینجور میزبانی رو دوست دارم یعنی در قید و بنده که آخ اینم اینجوری شد رضا خیلی راحت و ریلکس بود و من دوستش فقط یکم خسته شده بود اینو متوجه شدم و اینه همه چیه دیگهش عالی بود شفیع جان خیلی دوستش دارم و خیلی دوست داشتم که حتما تو این گروه امشب ما باشی ولی فکر میکردم که اصلا یه همچین مجلسی از حوصله رضا شفیع جان خارج باشه بخاطر اینکه بخاطر یه خودشناختی که توی کارهایی که با هم داشتیم ازش دارم ولی خب خوشبختانه خیلی فضای خوبی رو به وجود آورد خیلی سرحال و شاد و قبراق بود و فکر میکنم شب خیلی خوبی رو ما سپری کردیم آقا دست درد من گرده باقا آقا نیشه آه نسکافه اینا رو بیارم نه مرسی اون آقای با غرش درست میکنم نه من که خودم من عالی خیلی ممنون خیلی شب یه موقع نیستش نکنم میکنم اینو اون صدا میده من همسایه همون تق تق منم یه مش میزنم یعنی چشم یک شبه صدا میده اون وحشتناک میشه بعضی موقع نمیدم آبش کمه اون چیزی بهترین قسمت غذای رضا برای من سالادش بود من اصلا آدم سالاد خوری نیستم متاسفانه ولی انقدر این سالاد خوشمزه بود که به خانومم زنگ زدم گفتم یه سالاد اسمسش هم دارم نوشتم سالاد بی نظیر بود در مورد پیش غذا من اصولا از گوجه خوشم نمیاد توی میوه ها از گوجه خیلی بدم میاد یعنی اصلا نمیتونم بخورم بخورم یکی ترشی بیشتر علاقه هم به شیرینیجات رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر معمولا گوجه مال آدم های لاغره ولی من مثلا دوست ندارم ولی اینقدر این سالاد خوب تلفیق شده بود و موادی که انتخاب شده بود درست بود که من تا ته سالادو خوردم تمام گوجه هارم خوردم سالمترین بخش خوراکی امشب اصلا همون ظرف سالاده بود خیلی دوست داشتم و دوست دارم بعدها خودم درست کنم اینو برای خودم جزو برنامه غذاییم باشه
در مورد قضای اصلی هم چون اصولا من اهل کتم خودم شخصا کتر رو خیلی دوست دارم. قضا برنجش مجلسی نبود ولی برای چون باز نیت این هم پخته شده بود که دوست داشت کته باشه خودشم، خب قضای برنج خوبی درست کرده بود، علی خصوص که با زعفرون هم قاطی کرده بود فرم. ولی شکل برنج، برنج مجلسی مهمونی نبود ولی خوب بود، خیلی خوب درست کرده بود. خورش بادمجانش هم خیلی عالی بود، برنجش هم خوب بود، تدیگش هم خوب بود. منم کامل خوردم غذا رو. غذای اصلی رو رضا خیلی خوشمزه درست کرده بود. خورش بادمجون بود و معمولا باید غذای خوشمزه‌ای بشه ولی غذای سختی هم هست. من حالا چون خودم خیلی اهل آشپزی نیستم ولی جز غذاهای جز انتخابای منه و متریال خوبی استفاده کرده بود. گوشت خیلی مهمه برای من، اصلا گوشت یک ذره مزه موندگی بده یا گوسفند پیر باشه زیر دندون من یه مزه میده که نمیتونم بخورم. و این گوشت خیلی خوبی بود، بعد ازش بپرسم از کدوم قصابی خریده، خود منم این کارو بکنم بعدم. بعد برنجشو خیلی دوست داشتم که کته بود، آبکش نکرده بود، برای اینکه آبکش باعث میشه که خیلی از ویتامینای برنج از بین بره. اما در آوردن کته تو این میزان، تو این مقدار که دون دون در بیاد خیلی کار سختیه. باید بدونی که چه مقداری دم بکشه، چه مقدار آب جوش بخوره. تو این قضیه رضا یه ذره ضعیف بود و یه ذره شفته شده بود برنجش، ولی خوشمزه بود. نمک هم که خودش گفته بود نمیزنم و من دوست دارم نمک قاطی موقعی که غذا رو تبخ میکنی نمک توش حل بشه، بعدش اگر بزنی اون اتفاق مضره، اون نمک مضر خواهد بود. خیلی دوست ندارم این قضیه رو، دوست دارم غذا خودش یه نمکی داشته باشه تا اینکه ما اضافه کنیم. ببین خورش بادمجون خیلی کار سختیه به نظرم، اصلا اصولا خورش به نظرم که من 7-8 سال تنها زندگی کردم ولی خورش بادمجونش خوشمزه بود. خب دسر که رضا در واقع دسری نداشت، شیرینی رو از بیرون خریده بود آورده بود دستش هم درد نکنه. ولی از همه اینا که بگذریم، رضا به لحاظ این که نقاش خیلی خوبیه، رنگامیزی خوب و بلده، میز رو واقعا رنگامیزی کرد. هم موقع شام یک سری سس و بطری‌های آورد گذاشت، شیشه‌ای آورد گذاشت که به چشم نواز باشه، رنگای خوشگل، و همین کارم توی دسرش انجام داد. یه دسر خیلی خوشگلی داشتیم، حالا اگر شما عکس گرفته باشید متوجه میشید من چی میگم. دسر خیلی خوشگل بود ولی کار رضا نبود، دسر رضا همون بیوفایی بود. در مورد دسر شیرین‌تر از خود شفیع‌جان وجود نداره، به خاطر اینکه تمام حلاوت و شیرینی این بخش مربوط به خودش بود که در حقیقت دسر رو چاشنی خودش کرد به نظرم. دسر که دیگه رضا کاری نکرده بود دیگه، برای دسر که گذاشت تو مایکروفر فرت 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 چرخ داغش کرد آورد و ولی خدایی چی معلوم به نقاشه، یعنی کمپوزیشن میدونه و اینا رو قشنگ یه جورایی چیده بودم گول میخورد سری سرمون گول مالید. ولی اون بخشی که خوند از همه این غذاها و دسر و سالاد و میزبانی و از همه چی برای من جذابتر بود، چون من اونجا هم بهش گفتم، گفتم ما هم مثل مردم عادی وقتی تو اون سریال بازی میکردی و میخوندی قنج میزد دلمون و حالا فکر کن روبرومون نشسته و این کار رو انجام داده و خیلی کیف داشت. من دسرش رو در حقیقت اون خوندنه میدونم. تموم شد، این بچه هم رفتن و ما هم یه نفسی بکشیم. ساعت 2 شبه، بچه های باحالی بودن، همکارای خودم بودن، بچه های خیلی خوبی بودن، ولی خب دوش یه ذره من همش نگران همسایه ها، همسایه ها همسایه های خوبی هن. ولی خودم چیز بودم دیگه، خسته دیگه، به قول بچه های سینمای کلوین هم افتاده بود، یعنی داشت می افتاد. ولی خیلی بچه های خوبی بودن، راضی بودم، بسیار غذای خوبی درست کردم، زحمت کشیدم
و تعریفان کردن کلی از آشپزین. بحث شیرینه. اگر که به قول عمورضا میخواستم کارشناسی مثلا به عنوان یک کارشناس و داور و اینا نمره بدم، مثلا بین مثلا 6 و 7 میدادم واقعا، ولی با توجه به خوندنش من امشب به رضا 9 میدم. بحث امتیاز، من پسرم گفت خودت لوس نکنی بری حالا اونجا هر جا از اون به همه 10 بدی 10 بدی، اینقدر بعدم میاد از این بازیگر خودشون لوس میکنن به همه 10 میدن که چی؟ خب مسابقه چی شد؟ شام ایرانی چی شد؟ داری شام میخوریم، به شام غذا بده نه به رفیقت. منم رو همین حساب به رضا نه از اون بر 8 رو میدم و فکر میکنم که خودشم راضی باشه. امتیاز من بدون کسر هیچ چیزی و همه یه حرفایی که میزنن نمیدونم ده زشته بده چقدر لوسین، آره من لوسم، با 10 بشمونم. از 1 تا 10 به خودم 2 میدم. نه واقعیت، واقعیت بگیم من اصلا فکر کردم تو این برنامه هم به خودم هم به بقیه 8 بدم، چون 10 چیزه کار شام ایرانی خانوم هاست. نمیدونم ده دیگه، 8 یه ذره چیز داره مردونو بعد خوشمزه بود این غذا بعد باشه، 7 دیگه یه ذره، 8 خوبه. من توصیه میکنم بچه های دیگه هم 8 بدن. من به خودم امشب 8 میدم. شب خوبی بود. برزوه یه ذره گیر داده بود، گیر داده بود که این شیرینیه رو نه چرا خود درست نکردی، چرا رفتی قنادی. حالا براش برنامه دارم، از الان دارم می نویسم خونهش برم با توپ پر برم ما مهمات برم ببینم گیر بدم، ولی شوخی میگم امیدوارم این مجریا از برنامه امشب لذت برده باشید. این هم شبی با رضا شفیع جم و یک شام ایرانی و مزه پرونی همون و دیگه خوبی و بعدی خودتون ببخشید دیگه. این پس برات میخندید؟ یا نه رفت میخندید میگفت قلمونات گریه میکنه، پس برات گریه میکنی؟ بهارم از سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان. به به ببین عدیل شد، من سر زد بیارم یه دوری بودی. بهارم از سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان. به به I'm not afraid to die.